بچه سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فکر کنم بعد از یک هفته دارم ولاگ میگیرم. امروز کامیار جلسه داشت، روز تعطیلمون هست و کامیار جلسه داشت و من اومدم خودم تنهایی بیرون یه چرخی بزنم، یه خریدی کنم. شما هم همراهم باشید، انتهای کوچه ما رو هم ببینین. این انتهای کوچه همونه، خونه هم خیلی بزن دوربین رو طرفی کنم. این همسایه ما هست، خونه همسایه. اینجا هم کوچه است، یه کوچه بنبسته، خیلی جای باصفایی زندگی میکنن. اینم خونه و ما هم که تو اون فلت های روبرو هستیم. خب بریم ببینیم چه خبره. روز تعطیله و همونطور که میبینین همه جا خلوته، برعکس ایران که روزای تعطیل هیاهو داریم و جنب و جوش و بیرون میریم، رستوران، خیابونا، ترافیک. اینجا روز تعطیل همه ریلکس میکنن تو خونه هاشون. من وقتی که میام اینجا پیاده روی اصلا محو تماشای این خونه ها میشم. بعد این خونه ها خیلی قدیمیه، قدمت خیلی قدیمی داره، مثلا 100 سال به بالا. و اونجا که میبینین سبک ساختشه، چیزی از خونه های مدرن و یا فلات های جدید و نوساز اینجا ما نداریم. کلن تخریب نمی کنن دیگه، چیزی بچه همونطور که میبینین این خونه ها به سبک خیلی قدیمی هستش و صاحب خونه ها و یا ساکنین اجازه ندارن تخریب کنن و اجازه ندارن اصلا به نمای ساختمون دست بزنن، حالا به این دلیل که قدیمی شده، قدمت داره یا کهنه شده. فقط میتونن حالا رنگی کنن یا پنجرهاشون رو ترمیم کنن، نهایتا مثلا داخل خونه رو، دیزاین داخل خونه رو میتونن آزادن هر طور که دوست دارن حالا با توجه به قوانین تغییر بدن، ولی بافته یعنی نمای خونه به هیچ وجه تغییر نمیکنه. یعنی اصرار به این دارن که اصالت خونه هاشون همچنان پایدار باشه دیگه، مثل خونه های حیات داره ما که تو قدیم داشتیم و الان یه چیزی مثلا اگه کسی داشته باشه یه گنج، واقعا همه رو تبدیل به آپارتمان ها با واحدهای کوچولو کوچولو کردن. یه خونه هست یکم جلوتر که الان فیلمش نشونتون میدم، کاملا مشخصه که نقاشی شده و بروز شده و ترتمیزه، ولی همون بافت قدیمی رو داره، همون حالت خونه ویلایی قدیمی. این خونه هستش که نقاشی شده، ترتمیز شده، بالکنش سر جاشه، ستونای قدیمی داره، شیرخونی. اگه دقت کنین چون این خونه ها خیلی قدیمیه، چیزی به اسم پارکینگ هنوز براشون تعبیه نشده. یعنی اون موقع خب ماشین وجود نداشته که 100 سال پیش که بخوان پارکینگی داشته باشه، نهایتا یه دروشکه و اسب و اینا بوده وسیله تردد. و چیزی به اسم گاراژ یا پارکینگ ندارن، ماشیناشون رو همینجا پارک کردن جلوی خونه شون. این که الان با توجه به هوای انگلیس و بارندگی و این که واقعا یعنی ماشین وقتی بیرون یخ میزنه تو زمستونا، با اینکه احساس نیاز دارن به پارکینگ ولی باز هم دست ندادن به ساختمونا، به همون شکل هست. من که لذت میبرم، واقعا لذت میبرم.
خب حالا این خیابون خیلی طولانیه، من اگه بخوام برم فکر کنم 20 دقیقه نیم ساعتی باید تا انتخابش برم. حالا من میخوام از همینجا برگردم و برم شاپینگ سنتر نزدیک خونه، یکم هم از فروشگاه فیلم بگیرم ببینم چه خبره، حراجای آخر فصل و حراجای تابستون به چه شکله. همراه من باشیم. من اومدم توی فروشگاه لوازم آرایشی و میخوام یکم مدل‌ها رو بهتون نشون بدم. این برند مکس فکتر کرم پودراشه، تونای رنگیش، برند ریمل، اینم که ریملاش، یا همون ماسکارا، برند میبلین، اتریپ ساندره، اینم که خواننده مورد علاقه من. این عطر بلک اپیام ایف سن لورن که من خودم دارم و بوش عالیه و با ماندگاری خیلی بالا. عطر جدید بیلی آیلیش، من راستش بوش رو خیلی دوست نداشتم. یکی از عطرهای دیگه که پیشنهاد میکنم بهتون گود گرل کارولینا هررا، خیلی بوش ماندگاریش خیلی خوبه. این مدل کفش عطر جدید مارک جاکوبس، یه عطر میوه میده به نظرم. من این ایف سن لوران ترجیح میدم به مارک جاکوبس. البته بوش خیلی سنگینه، به نظرم برای شب و مهمونی خوبه، عصری نیست که بتونی روزانه مصرف کنی. وای ایکس ریمل میبلین رول، این هم که یه برندی که هنوز محصولاتش چیده نشده یه برند الف نیمز اسی
واقعا الان مثلا من یه محصولی بخوام چطور میتونم بین این همه محصول انتخاب کنم؟ این همه تنوع یه ذره سخت میکنه کار آدم. خب من همیشه از این شامپوهای سولفات فری استفاده میکنم و الان هم یه دونه بر میدارم چون که شامپو داره تموم میشه و پیشنهاد میکنم همه تون از شامپوهای سولفات فری استفاده کنیم. من نمیدونم چرا عاشق چمدونم. خیلی چمدون دوست دارم. خب بچه ها من یه چرخ زدم که من خرید کردم. الان هم کامیر بهم زنگ زد گفتش که مهمون داریم، حسام داره میاد پیشمون و آخر هفته این دو روز پیش ما میمونه. حالا من هم دیگه باید زود برگرم خونه و نهار درست کنم و منتظر مهمونه اون باشیم. اینجا چون مرکز تقریبا میشه گفت تاون سنتر هست، همه اومدن بیرون و نشستن و از هوا لذت میبرن.
هوای ابری دیگه فکر کنم با آفتاب باید خدافظی کنیم. از این به بعد این هوا رو داریم و روزای بادی و بارونی و پاییز زودرس. خب من رسیدم خونه. سریع‌ترین غذایی که میتونستم درست کنم سبزی پلو و ماهی. اینا رو درست کنم، ماهی رو مزه دار کنم، میذارمش توی فر. دو تا میوه‌ای که من خیلی دوست دارم، هلو انجیری و گلابی. یعنی اصلا سیر نمیشم، انقدر گلابی میخورم اصلا دل درد میگیرم. اینم یه هلو انجیری قول پیکر. این اولو انجیری رو از دو جای مختلف گرفتیم. این کوچولوها خوش رنگ تره ولی بزرگ ها خوشمزه تره. جاتون خالی. من میوه هامو شستم ببرم بذارم رو میز. سریع هم قدم هم آماده کنم. فکر کنم خیلی وقت ندارم. کجا بودن؟ میان برمیگردن کشورشون دیگه. فقط برای زبان میان. یه ماه بزن میان زبان میخوان. ولی خب دوست ژاپنی دارم، فنلاندی دارم، فرانسوی دارم، اسپانیایی دارم، آلبانیایی دارم، یونانی دارم. اینا دخترن، دوستات یا پسرن؟ بعضیشون دخترن، بعضیشون پسرن. گفتم شاید همشون دخترن. نه نه. بعد بعد همه اینجا اسنپ چت استفاده میکنن به جای واتساپ و اینستاگرام این چیزا.